آزادی بیان، آن آزادی بیانی که سرش دعواست، آن آزادی بیانی که به حد اکثر میرسد، آن آزادی بیانی که برخی تصور میکنند بی حد است، آزادی بیان عقیده است. آزادی بیان یعنی آزاد بودن از معیارهای کارشناسی درست و نادرست در بیان سخنانی که اعتبار هر کدام را ممکن است بتوان با این معیارها سنجید، ولی در حوزه بیان عقیده از این قید آزاد است. روشن است که وقتی از بیان و طبعا آزادی آن صحبت می کنیم، جمیع نشانه ها را در نظر داریم و به همین دلیل گفتارمان همان اندازه شامل زبان هایی می گردد که روزمره به کار می بریم، که طراحی، نقاشی، موسیقی و هر چیز. کلن نشانه هایی که ممکن است صوتی باشد، مکتوب باشد، الکترونیکی باشد یا از هر جنس دیگری. نکته آخری که باید اضافه کرد این است که وقتی از آزادی بیان صحبت می کنیم، هر پیامی را که هر گوینده ای صادر می کند در نظر نداریم، بل فقط آنهایی را در نظر داریم که عمومی است. نه به آن معنا که الزاماً خطابش به همه است، به این معنا که در معرض دریافت عموم است، حال چه خطاب به همگان باشد و چه به گروهی معین. عمومی شدن پیام است که آن را با مخالفت مواجه و احیانا موضوع دفاع می کند. آن پیامی می تواند موضوع دعوای آزادی بیان واقع گردد که در دسترس عموم قرار بگیرد. طبعا نه فقط با بیان مستقیم و بیواسطه گوینده، بلکه با تکثیر و انتشار آن به هر ترتیب و وسیله. خواستاری آزادی بیان، خواستاری آزادی انتشار آن هم هست، وگرنه آزادی بیان در تنهایی و در اتاق دربسته را همه دارند. میدان آزادی بیان، میدان آزادی بیان در فضای عمومی قرار دارد، فضایی که همه اعضای جامعه بدان راه دارند و حق برابر در استفاده از آن را حائزند. آنچه هر کدام اینها در این میدان انجام می‌دهد در معرض دید و قضاوت دیگران است. طبعا این فضا هم به عمل اختصاص دارد و هم به سخن. این فضا فقط به روی شهروندان باز نیست، به روی همه باز است. حتی کسانی که در گذرند و به عبارتی عضو واحد سیاسی و حتی جامعه محسوب نمی گردند. میدان آزادی بیان فضایی است که اعتبار هر چیز از عینی‌ترین حقیقت علمی و وحی منزل گرفته تا زیباترین اثر هنری و عمیق‌ترین نظریه پردازی فلسفی در آن تعلیق می شود و درباره هر چیز می توان هر چیزی گفت، صرف نظر از درست و غلط بودن، پذیرفته یا مردود بودن، آشنا یا ناآشنا بودن، جدی یا مسخره بودن و الی آخر. روشن کنم که مقصودم فضای جغرافیایی نیست، هرچند یکی از قدیمی ترین و مشهورترین فضاهایی که به آزادی بیان اختصاص داده شده است محلی جغرافیایی است به نام هایت پارک کورنر که در گوشه از این پارک معروف واقع گشته. ولی در حقیقت فضای آزادی بیان فضای معنوی است که همه جا گسترده است، لایه است از واقعیتی که ما در آن زندگی می کنیم. میدان آزادی بیان نه در همه جوامع گستره یکسان دارد و نه در طول زمان و در جامعه‌ای معین. حد و حدود آن دائم موضوع کشمکش است. این فضا حذف شدنی نیست، همانطور که آزادی عمل را نمیتوان به کل از مردم سلب نمود. وجودش برخواسته از طبیعت آزاد انسان است و هرچند ممکن است در تنگ کردنش کوشش بسیار بشود، از بین بردنی نیست، مگر در شرایطی نظیر اسارت و فرضاً زندان انفرادی که البته امکان تعمیمشان به تمام مردم نیست. حد و حدود این میدان در کش و قوس روابط سیاسی و اجتماعی معین می‌گردد. فراموش نکنیم که اعتبار سخن است که در این فضا تعلیق می شود و نه تأثیرش. به همین دلیل آزادی بیان در هیچ کجا بی حد نیست و نمی تواند باشد. بخش دوم، قسمت دوم، عمل و بیان. اینجا درست در نقطه مقابل عقیده قرار داریم. نزدیک شدن به عمل آزادی بیان را به سوی محدودیت سوق می دهد. نه به طور مطلق، چون هر عملی ممنوع نیست، بل راه را برای به حساب آوردن تأثیر بیان با الگو گرفتن از عمل می گشاید.
کنش در وسیع ترین معنا اعم است از هر کاری که از سوی انسان انجام بپذیرد و تغییری در پی بیاورد. به عبارتی میتوان گفت که جهان پس از یک کنش انسانی، حال اگر این کنش در حد نفس کشیدن هم باشد، با جهان قبل از این کنش متفاوت خواهد بود، زیرا چیزی در آن تغییر کرده. نکته این است که در این حد از کلیت، نه اراده و نه هدف، هیچ کدام اساساً در تعریف کنش جا ندارد. آنچه که ما معمولاً کنش می‌خوانیم، فقط بخشی را از آنچه گفته شد شامل می‌گردد. کنش‌هایی را که برخواسته از انتخاب، تابع اراده و متوجه به هدف است و آگاهانه انجام می‌پذیرد. بیان و عمل که در برابر هم قرار می‌گیرد، هر دو کنش محسوب است. بیان کنشی است که با نشانه‌ها سر و کار دارد و تأثیرش هر چه باشد و هر اندازه که باشد به واسطه آنها واقع می‌گردد. نشانه هم چیزی است که بر چیز دیگر دلالت می‌کند و معنا و کاربردش را از اینجا می‌آورد. کارکرد نشانه همین واسطگی است. عمل برعکس به طور مستقیم با اشیا سر و کار دارد. تفاوت بین حرف و عمل و کم اثر شمردن یکی نسبت به دیگری کمابیش برای همه پذیرفته است. زوج حرف و عمل یکی از زوجهایی است که چه در اندیشه و چه در گفتار بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولی بی قوام و بی اثر محسوب می‌گردد و به قول عوام باد هواست، در صورتی که دومی مترادف توان و تأثیر است و دو صد گفته چون نیم کردار نیست. مرد حرف و مرد عمل نقطه مقابل یکدیگر محسوب می شوند و عقیده عموم بر این است که به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. ولی باید درست سنجید که آیا می توان بیان را این چنین بی اثر شمرد یا نه.